रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप लुक छुप खेल है आरो, मैं डर डर के खेला हूँ। شاهزاده ی مامانش اتاقشو مرتب نکرده رفته، آقا واسه مصاحبه ی کاری رفته، از بچگی همه ی کارا رو ما دخترای بیچاره انجام میدیم، همیشه حالمون زاره. دختر اتاق داداشتو جمع کن، دختر کفشای داداشتو تمیز کن، دختر واسه داداشت غذا بیار. چرا یه بار نمیگن که داداش عوضی و بی‌لیاقتتو خفه کن؟ مامان باور کنید من از حساب بابا پول بر نداشتم، این سرویسو خودم خریدم. داداش بلال دستمزدتو که هر ماه برای مامان واریز میکنن، از خرجتون انقدر پول اضافه نمیمونه که واسه زن داداش سرویس به این گرونی بخری. شما حتما بیشتر از این حقوق میگیرین و از ما پنهونش میکنین. آره اینطوری نیست، من از دوستام قرض گرفتم و در ضمن من از کسی چیزی رو پنهون نمیکنم. آخه پسر چطوری این بدهی رو میپردازی؟ حقوق تو به سختی این خونه رو میچرخونه. اینو از من بپرس که به چه سختی همه این ماهو با این چندرغاز میگذرونم، حالا این خرج اضافه چی واسه زنیت؟ مامان تو خونه که همیشه یه عضو جدید اضافه میشه، این کجاش حرف تازه‌ایه؟ مامان ازش بپرسین تو حالا واسه ای ما طلایی خریده یا بهمون هدیه ای داده؟ آره ولی به خاطر زنداداش از سر تا پا خودشو زیر بدهی برده. خودشو زیر بار بدهی نبرده، بلکه ارزش ما رو به زنش نشون داده. میدونی اون سرویسی که گردنش انداخته انگار که ملکه جهانه. مرتب حس میکنم میخواد بگه یعنی از روز اول جایگاه من توی این خونه بالاست، من بدبخت این جایگاهو هیچ وقت نداشتم. مامان شما باید اینو درک کنید که دختر یکی دیگه عروس این خونه شده، اول باید اونو درست بشناسین، بعد باش اینطوری رفتار بکنید و لجبازی کنید. پسرم به مرور زمان میفهمی که کی واقعا لجبازه. اونی که اون داخل نشسته امروز خیلی چیزا رو بهمون ثابت کرد. لطفاً علکی دواران اندازین مادر جون، این برای شما، من نمیخوام. سارا من این سرویس رو بهت هدیه داده بودم، لازم نیست به کسی برگردونی، این مال خودت عزیزم. برای من همین عشقت کافیه بلال، این چیزا اصلاً مهم نیست. این سرویس رو بده به من، واسه تعمیرات خونه حتما به کار میاد. در ضمن دیوارای خونه دیگه خراب شده مگه نه مامان؟ انبر بهت گفتم که این سرویس فقط مال ساراست و برای موضوعات تعمیر خونه من خودم حواسم هست. در یک صورت میتونم ببخشمت، اگه قول بدی که تو دیگه دیدن بلال و اون طولهاش نمیری دختر، و اینو هم قول بدی که هدیه هایی که سارا میگیره رو به اونا نمیرسونی. مگه من طلب بخشش کردم؟ اون آدم دوزاری اومد خونه منو به هم حسابی بی احترامی کرد، تو هم اصلا برات مهم نیست. من خودم با داداش بلال حرف میزنم، آخه اون چطور میتونه همچین کاری بکنه؟ مگه تو اونو هنوز میبینی؟ مامان محض رضای خدا. اینو خوب تو گوشت فرو کن افروز، من اجازه نمیدم سارا با اون جلاد برن زیر یه سقف. اگه میخوای اینو کتبی بنویسم و بهت بدم. باشه، پس شما تلاش خودتونو بکنین و ما هم تلاش خودمونو میکنیم، نتیجه رو به زمان میسپاریم. تو با دستای خودت گورتو میکنی، سعی نکن صبر منو امتحان کنی دختر. تو اون بابات از مسائل من دور بمونید، حالیت شد؟ وگرنه خیلی برات بد میشه. میدونین من و بابا و شما چه فرقی داریم؟
ما دوتا واسه یه به هم رسوندن قلب ها پل میسازیم، ولی شما آبجی ملیحه بین قلب ها فاصله میندازیم. من این پلو خراب میکنم. مار تو آسینم پرورش شدم، دشمن خونواده اونی. افروز، من اینو میکوشم. افروز، مامان چی شده پسر؟ چی میگی؟ خیر باشه پسرم، امروز زود برگشتی، چی شده؟ مامان من کار پیدا کردم. به به، مبارک باشه پسرم، خیلی مبارکه. وای داداش، اینا حتما نتیجه دعاهای مامانه. از وقتی اومدین تو این خونه زندگیتون دوباره سر و سامون گرفته، وگرنه شنیدم که 3 ماه تو خونه زنتون بودین و از این در به اون در دنبال کار میگشین، مگه نه؟ درست نمیگم؟ ماما میدونین من کار مورد علاقه‌مو پیدا کردم، میتونم مونا رو هم با خودم ببرم. که اینطور؟ آخه میدونید اینجا همون دفتریه که برای مصاحبه رفته بودم. اون موقع قبولم نکرد، اما بعد که رئیس فهمید خودش با هم تماس گرفت و گفتش که بیا. این که درسته پسرم، ولی الان چه نیازی مونا رو با خودت ببری سر کار؟ ما خودمون مراقبش هستیم. میدونم مامان، ولی خیلی از این خوشحالم که هنوز هم آدمای خوب تو این دنیا وجود دارن و مشکلات ما رو حل میکنن. پس داداش، نصف دستمزدتون مال منه. چون تو خونه من از بچه ها مراقبت میکنم، مگه نه مامان؟ چه مال تو چه مال من، ما که از هم جدا نیستیم. بیاین شیرینی بخوریم. به به داداش، مبارک باشه. مبارک. بابا، افروز چطوره؟ دخترم، این مامانت از انسانیت هیچ بویی نبرده. فکرشم نمی کردم همچین کاری بکنه. بابا، حال افروز چطوره؟ اون خوبه مگه نه؟ خدا خودش به خیر بگذرونه. غرق خون بیهوش شده که آوردیمش اینجا. سارا، اگه دخترم چیزیش بشه من اونو نمی بخشم. بابا شما نگران نباشین، بشینین اینجا، بشین. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. جناب سروان، اظهاراتشو ثبت کردیم. بله ثبت کردیم، ولی به اظهارات شما هم نیاز داریم. آره هر موقع بگین من میام. و همینطور اظهارات خانوادتون. آره باشه، هر جوری که بخواین همکاری میکنیم. ممنونم، خداحافظ. به سلامت. مامان شما چی کار کردین؟ اگه من میخواستم تو الان تو بازداشتگاه بودی. پرستارا به محض اینکه افروزو دیدن پلیسو خبر کردن بیان اینجا. اینجور پرونده ها پرونده های خشونته، ولی افروز تو رو نجات داد. اون از روی خوشقلبی گفت که از پله ها افتاده. البته پلیسا هنوزم مطمئن نیستن. مامان این سرویس طلایی که خریده بودم کجاست؟ پسرم، کدوم سرویس؟ مامان من یه بار که بیشتر ازدواج نکردم. چرا نمیگی که اون سرویس رو زده تو صورتت و رفته؟ مامان الان وقت شوخی نیست. پسر جان، اتاق خودته، کمد خودته، میبندیش و میری. ولی قفلش که نمیکنم نه؟ وایسا من از گلزار بپرسم، روزی 10 بار میره تو اتاقت. گلزار، پسرم به بابات بگو سرویس طلا رو دیدی یا نه؟ نه مامان بزرگ، من هیچ چیزی ندیدم. بذار من از انبر بپرسم ببینم دیده یا نه.
انبر، دخترم یه دقیقه بیا بیرون. بله مامان. عزیزم داداشت سرویس تلاشو گم کرده، تو ندیدی؟ الان زن داداش سارا تو زندگی داداش نیست. خب معلومه دیگه، اینجوری همه چی حق من میشه. ولی من اون طلا رو میخوام. داری میگی یعنی من انقدرم حق ندارم؟ خب بلال بذار مال خواهرت باشه، من براش یه سرویس دیگه میخرم، الانم که کار پیدا کردم. شما هم سر هر حرف کوچیکی بفرما داداش، اینم سرویس طلات. مامان شما که میگفتی داداش زن داداشو فراموش کرده. خدای توبه، اینا همیشه میخوان دعوا کنن. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله، شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده، برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. یه کاری میکنیم، بعد نهار من دفترتو بهت نشون میدم و با کارمند آشنات میکنم. باشه. باشه؟ حتما. خوبه. الو، رومینا رو بفرست اتاقم. آها، پس همین که اومد بفرستش بیاد پیشم. ممنون. رومینا دو تا مسئولیت اینجا به عهده‌شه، یکی مدیریت و دیگری بخش. من میخوام تو مسئولیت بخش رو به عهده بگیری. چشم آقا. سخت که نیست؟ نه خیر. خیلی خوبه. میتونم بیام داخل آقا؟ بله بفرم. ببخشید آقا امروز دیر اومدم. باشه اشکالی نداره، این آقا بلاله و به جای آقا قدوس استخدام شده. شما بخش رو تحویل ایشون بدی تا از سنگینی مسئولیت شما هم کم بشه. با ایشون برید و پرونده ها رو بهشون بسپارید. چشم. بریم. خیلی ممنون. ممنون. خب موفق باشید. واقعا ممنون. مرسی. خواهش می‌کنم. ممنون. انبر، این هنسبری تو گوشت چی کار میکنه؟ اوف مامان دیگه چی شده؟ ببینم، این صدای گریه مونا نیست؟ اصلا میدونی بچه کجاست؟ خونم که همطور کثیف تمیزش نکردی، چی کار میکنی آخه؟ مامان زنداداش که بیاد خودش همه این کارا رو انجام میده. چرا حرفای دیوانه وار میزنی؟ مامان داداش هیچ وقت طرف ما نبوده، چرا اینو نمیفهمین؟ فردا تو هم پیش من میمونی یا نمیمونی، این چه تضمینی داره؟ مامان من نیاز ندارم تضمین این موضوع رو بهتون بدم، شما که میدونین من بدون اجازه شما یه قدمم بر نمیدارم. آها پس تو میخوای که با وجود تو من خونه رو تمیز کنم ها؟ به داداش بگین مرد سالم و تندرستیه. مرد کار بیرون رو انجام میده نه خونه رو، مردم بفهمن به ریشمون میخندن. مردم؟ نه مامان، شما به این فکر میکنین که اهل محل چی میگن؟ میدونین الان دیگه تو دنیا زن و مرد حق و حقوق یکسانی دارن. دنیا عوض شده مامان. باشه درسته، من همه خونه رو تمیز میکنم، از بچه ها مواظبت میکنم. مامان من نمیتونم کثیف کاری بچه سارا رو تمیز کنم. خیلی خوب نکن، دیگه بهت هیچ کاری نمیدم که انجام بدی. باشه مامان. چرا ناراحت میشین؟ شما که میدونین نمیتونم ناراحت ببینم اتون. من که بلال نیستم. بفرمایین. ممنون. شما انبار رو دیدین و همه جزئیاتش هم اینجا نوشته شده. رومینا تو پرونده نوشته 18 تا صندلی ولی تو انبار 15 تا بود. 3 تا صندلی تو اتاق آقا اقباله. خب پس چرا اسم آقا اقبال اینجا نیست؟ اونو تو لیست موقت نوشتم، من صندلی های جدید سفارش دادم، رسیدشو که بهتون نشون دادم. خب بگو
بگو ببینم چند تا از شارژرها کم شده؟ آیا اونا تو اتاق کس دیگه ایه؟ از اونا چندتاشون خراب شدن و چندتاشون هم گم شدن. در ضمن اونا شارژرهای معمولی هستن، حساب کتابشون خیلی هم مهم نیست. رومینا وسایل معمولی باشن یا نباشن ولی دارایی شرکت به حساب میان. باش آقا، پس شما با خیال راحت هم بارو چک کنین. من 3-4 ساعت دیگه تو شرکت هستم، بعدش هر سوالی داشتین بپرسین. فکر میکنم تو با من همکاری نمیکنی. آقا بلال، من که همه پرونده ها، جزئیات و رسیدها رو بهتون دادم، اون وقت شما دارین به من میگین که من با شما همکاری نمیکنم؟ آره خب، ولی از رسید که چیزی مشخص نمیشه. برای اطلاع بیشترتون باید بگم من توی زمان 2 مسئولیت داشتم. تو چنین شرایطی نمیشه توقع داشت همه چی عالی باشه. آره ولی این بهونه است. من بهونه نمیارم، دارم بهتون میگم که باشه. من تا 3-4 روز دیگه همه چی رو با جزئیات کامل و مشخص بهتون گزارش میدم. خیلی خب درسته. تا وقتی همه چی رو کامل نکردین این پرونده ها پیش خودتون باشه. بفرمایید. آقا بلال، من عادت ندارم کسی با همچین لحنی با هم صحبت کنه. عجب، ولی لحن من که کاملا عادیه. باشه، پس شما مستقیم با رئیس حرف بزنید، چون من دوست دارم کارمو با آرامش انجام بدم. رومینا یه لحظه صبر کن، پرونده ها رو بده به من. باشه، وقتی همه چی رو کامل کردین برای من بفرستین. من عادت دارم خودم کارمو انجام میدم. مامان الان دیگه میتونین افروز رو ببینین. الان دیگه بین من و اون یه خلأ خیلی بزرگی به وجود اومده. ولی مامان جان، اینقدرم خلأ بزرگی نیست که نتونین فراموشش کنین. اون بابات اینجوری فکر میکنه که من سنگ دلترین زن دنیام. آخه اگه شما سنگ دل بودین، همه یه شب و به خاطر افروز تو بیمارستان بیدار میموندین. مامان، حالا که زخم خودتون زدین، پس مرهمم خودتون بزنین. آره، همه ی عمرتون با حرفای نیشدار قلب این مادرتون رو زخمی کردین و سوزوندین. اون وقت کسی به یاد مرهم نبود؟ مامان، بالاخره یکیتون باید پیش قدم بشه. شما مادرین، بزرگین. اگه شما بزرگیتون رو نشون بدین، خب اونم بهتون احترام میذاره مامان. بعدش هم اون دخترتونه حتما میبخشه. من نمیتونم باهاش روبرو بشم. آخه تا کی مامان؟ بالاخره که باید با هم دیگه روبرو بشیم، درست نمیگم؟ باشه، پس ملی هم با من بیاد. مامان، به نظرم فقط خودتون تنهایی باید برین پیش افروزون. آخه چرا؟ بالاخره این مسئله بین مادر و دختره. به نظر من بهتر این مسئله بین همون مادر و دختر حل بشه. مسئله بین شما دو نفر اتفاق افتاده. کدورت ها رو خودتون دوتا از بین ببرین خیلی بهتر میشه. ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
میخوای به پات بیفتم، رو زمین بیفتم، پیشت التماس کنم، اون وقت میخوای مادرتو ببخشی؟ با این کتکی که من تو رو زدم، در واقع خودم رو زخمی کردم دخترم. منم خیلی اذیت شدم، لطفاً منو ببخش. من سارا و ملیحه رو خیلی کتکشون زدم، ولی هیچ وقت رو تو دست بلند نکردم. کوچیک بودی، عزیز دردونه بودی، اون دوتا همیشه ازم سرپیچی میکردن، ولی هیچ وقت زبون درازی نکردن. ولی تو همیشه زبون درازی کردی. این مادر بدترین کارو در حق تو انجام داده، اینو به حق مادری من در نظر بگیر و ببخش. من هر وقت بهتون زبون درازی کردم بعدش حتما احساس پشیمونی و خجالت داشتم. ولی من هیچ وقت بیدلی زبون درازی نکردم. امروز احساس میکنم که من همیشه کار درست رو کردم. میدونین چیه؟ از امروز به بعد دیگه هیچ حقی به من نداری. شما امروز خون منو ریختی، این با حق شیرتون برابر شد. الو سارا، برات یه سورپرایز دارم. چی شده؟ چه سورپرایزی؟ ببخشید، منظورم یه خبر شوکه کننده است. بلال تو شرکت ما، تو دفتر ما و تو بخش ما کارمند شده. چی؟ واقعا آفرین، چطور تونستی همچین آدمی رو تحمل کنی؟ آدم دو دقیقه هم نمیتونه تحملش کنه. اینقدر از آدم سوال میپرسی که جون آدمو در میاره. دونه دونه حساب میخواد. من تا امروز اینقدر حرف از بابام نشنیده بودم که از اون شنیدم. آبیدم خیلی من اذیت میکنه، ولی من تا حالا هیچی بهت نگفتم، چون تو میگفتی که من همش تو رو یاد اون میندازم. من شماره همه آشناهای عابد رو از گوشیم حذف کردم. فکر میکردم این ماجراها تموم شده، ولی امروز یهوی دوستش اومد جلوی روم، اونم یکی از بدترین دوستاش. اگه تو اونجا راحت نیستی پس کارتو ول کن. من ول کنم؟ تو ول کن. آخه ما باید تا کی از اینجور آدم ها فرار کنیم؟ خب ولش کن، تو حواست به کار خودت باشه، اگه عابد ببینه باز اذیتت میکنه. نه من تو بیمارستانم، تو شرکت نیستم. بیمارستان چرا؟ بلال بازی دستگل جدید آب داده، خواهرم بستری شده. ما از دیروزه که اینجا تو بیمارستانیم. ببخشید آقا بلال، من باید با شما حرف بزنم. بفرمایید. شما خودتو چی فرض کردی؟ متوجه نمیشم چرا با من اینطوری صحبت میکنی؟ من واقعا نمیفهمم که این طرز فکر از کجا میاد که یه مرد عاقله و یه زن ناقص العقل. آخه پول فرستادن یه مادر واسه بچهش کجاش بده؟
رومینا، من فکر میکنم تو و سارا زیادی راجع به من حرف میزنین. مگه تو و عابد در مورد من و سارا حرف نمیزنین؟ تو دنیا جدایی اتفاق میفته، خونواده از هم جدا میشن، اما پدر و مادر از بچه هاشون یکسان مراقبت میکنن. واسه همین نباید به عزت نفس کسی صدمه وارد کرد. تو که کار خواهر بیچاره سارا رو به بیمارستان کشوندی. بیمارستان؟ مامان بریم، من شما رو میرسونم خونه. نه، من اینجا میمونم. مامان لطفاً برید خونه و استراحت کنی. بهتره یکم استراحت کنین، از دیروز اصلا نخوابیدین. شما دوتا هم نخوابیدین. برای من و ملیه که مشکلی پیش نمیاد، ولی برای شما بابا اصلا خوب نیست. سارا یه کاری کن، تو هم با مامان برو خونه استراحت کن. تو که برگشتی بعدش من میرم. آره اینم فکر خوبیه. بریم مامان، منم باهاتون میام. نه خیر، من همینجا میمونم. مامان ملیه حواسش به همه چی هست، بهتره بریم. لطفاً مامان. مراقب باش. سلام علیکم امو. سلام علیکم بابا بزرگ. علیک سلام. چطوری گل؟ خوبم. حال افروز چطوره؟ از قبل بهتره. میتونم برم پیشش؟ فعلا که دکترها معاینش میکنن. چند دقیقه دیگه برو. بشین بشین بیا بشین. چطوری؟ وای خدای من، این دیگه کیه؟ بله ملیحه بگو. مامان شما هنوز نخوابیدین؟ اگه شما اجازه بدین که حتما میرم میخوابم. باید گوشیمو از دستتون بی صدا کنم. مامان همین الان بلال و گلزار اومدن بیمارستان. چی؟ چرا دختر؟ خب اومدن دیدن افروز دیگه. همین که اونا رو دیدم اومدم فوری به شما زنگ زدم. ای وای، سارا و اون بابات حتما حسابی ازشون پذیرایی میکنن. حواست باشه که سارا و اون پسر این نصب با هم روبرو نشن. سارا که پیش شماست؟ نه خیر، پیش من نیست. منو رسوند و خودش دوباره برگشت بیمارستان. میگفت میخوام پیش افروز بمونم و تو و بابا تو بفرست خونه. الان دیگه باید برسه، تو جلوی در باش. همین که دیدیش فوراً بفرستش خونه. مامان من اومدم بیرون، یه جایی کار داشتم. خب دوباره برگرد. چوری نشه که افروز و بلال و گلزار ذهن دخترم سارا رو به هم بریزن. تو اون افروز زرنگو نمیشناسی؟ زودتر برگرد، اونا نباید همو ببینن، فهمیدی؟ باشه، الان میرم. خیلی خوب. اینم یه مصیبت جدید، آدمو راحت نمیذارن. حالا چطوری بخوابم؟ افروز من واقعا متاسفم. شما چرا معذرت میخواین؟ این که تقصیر شما نیست. من مامانتو میشناسم. اول باید با تو حرف میزدم، ولی اصلا فرصتش نشد. مامان از اول خودش دلش پر بود، اومدن شما یه بهونه شد. خاله من که همیشه از پله ها میرم و میام، ولی هیچ وقت نیفتادم. بچه ها هیچ وقت نمیفتن عزیزم. این ما بزرگا هستیم که همیشه به یک دلیلی میافتیم.
من دلم براتون تنگ شده بود، شما چرا نیومدین دیدنم؟ آبجی خواهش میکنم نری، من به خاطر شما دوتا زخمی شدم. چند لحظه پیش من بشینی لطفا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بگو ملیحه، چه اتفاقی افتاده؟ مامان، میدونی سارا قبل از من رسید اونجا. چی؟ چطور تونستی همچین بی‌دقتی بکنی؟ خب من چیکار کنم؟ گفتم که چند دقیقه رفتم بیرون، ولی خب اون زودتر از من رسید. تو زود بیا دنبال من. نه خیر مامان، شما دو روز استراحت نکردین، برین استراحت کنین. استراحت بره به جهنم، فعلا اونجا بودنم خیلی واجبه. ولش کنین مامان، فعلا دور دور اوناست. شما با کتک زدن افروز اشتباه کردیم، اگه بازی حرفی بزنین شر به پا میشه. نمیخواد بیای، برو به جهنم، من خودم میتونم بیام. الو مامان، ما چه حرفی داری که با هم بزنی؟ ببین بلال، حرفم واضحه. من بچه‌مو تو کوچه خیابون نه، بلکه میخوام بفرستم مدرسه. دیگه این حرفا رو نزن. نمیخوام تو زندگی من و بچه‌ام دخالتی بکنی. بلال ببین، اگه مسئله فقط پوله، خب من میتونم گلزار حمایت کنم. کلی پول در میارم و کار میکنم. اگه من بتونم شهریه گلزار رو بدم، بهش که لطف نمیکنم. بالاخره منم مادرشم، این بخشی از وظیفه منم هست. تو اگه میخوای کمک کنی به یتیم خونه برو، از اونجا یه بچه بیار و خرج تحصیلاتشونو بده. بچه های من پدر دارن سارا. به خاطر همین لجبازیات ما امروز تو این وضعیت افتادیم. تو چرا اینو نمیفهمی که به خاطر دخالتهای بیجاد ما امروز تو این وضع هستیم؟ خواهر تو بیمارستانه، چرا اینو نمیفهمی؟ به خاطر همین خودخواهی توی که خواهرم الان تو بیمارستان بستریه. تو پولو تو روی مامانم زدی، تو اونو عصبانی کردی. آها، پس اون واسه این کتک زده که افروز با من و بچه ها در ارتباطه. کاش تو هم مثل مامانت نبودی، مثل بابات بودی، اون موقع خیلی بهتر بود. من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، من این کارو نکردم. به خاطر همین کارات ما اصلا فرار کردیم. ما فرار نکردیم، بلکه هنوزم هستیم. در واقع این تو بودی که وسط طوفان ما رو رها کردی سارا. آره، چون تصمیم جدایی من گرفتم، تو با مردم دنیا منو مقصر میدونی. ولی یه چیزی رو به یاد داشته باش بلال، برای من اصلا مهم نیست. दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। عزیزم، اون کاری که من قبلا تنهایی میکردم، از اینجا به بعد تو هم باید کمکم کنی. چه کاری خاله؟ این که مامان و بابا تو با هم آشتی بدیم. اونا دوباره آشتی میکنن؟ آره حتما. وقتی من و تو از ته دل تلاش کنیم اونا رو آشتی بدیم، حتما آشتی میکنن. من که همیشه از خدا میخوام مامان و بابام کنار هم باشن. در کنار دعا تلاش خیلی مهمه. تو به بابات خاطرات خوب مامانتو یادآوری کن. منم تلاش میکنم برای مامانت یادآوری کنم. از الان هدفمون باید همین باشه. ولی من چطور میتونم این کارو بکنم؟ بابا همین که اسم مامانو میشنوه فوری عصبانی میشه.
ولی محبت عصبانیت رو از بین میبره. تو اون لحظه ساکت شو. وقتی عصبانیتش تموم شد دوباره خاطرات خوب مامانتو یادآوری کن. ولی یادت باشه فقط خاطرات خوبه ها. این راز بین من و توه. نباید به هیچ کس بگی. به کسی نمیگم. قول؟ قول. چی میگفتی ها؟ به بابا شکایت میکنی ها؟ شما خیلی بدین. این که من چقدر بدم و تو هنوز ندیدی. بیا بهت نشون بدم که چه آدم بدی هستم. الان میخوام اینو رو صورت خواهرت بذارم. نه لطفاً لطفاً این کارو نکن. با مونا کاری نداشته باش لطفاً. ببین گلزار، اگه یه بار دیگه بی ادبی کنی این اوتوی داغیا تو رو میسوزونه یا خواهرتو، فهمیدی پسر؟ بعدش میگم که بچه بازی میکرد و اشتباهی به اوتو خورد. نه عمه لطفاً با مونا کاری نداشته باشید. حتی منو به جاش بسوزونید. هر چی شما بگین من همون کارو انجام میدم. ولی به بابات میگی مگه نه؟ ها؟ نه خیر، بابا اصلا روحشم با خبر نمیشه. واقعا؟ پسر عزیزم اینجوری گریه نکن. تو که پسر داداشمی ها؟ منم عمتم و خیلی هم دوستت دارم. ها؟ عزیزم گریه نکن. فقط هر چی که میگم بی سر و صدا انجام بده. ها؟ زود باش برو. روخ پہ لکھی ہے بچپن کہانی بہتے ہیں آنسو جیسے. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.